میکنم به شما رفقای عزیزم و خوش اومدید به این قسمت دیگه از آموزش‌های کانال ماجیک آرت. همونطور که تو ابتدای ویدیو دیدید، امروز هم قصد داریم بریم سراغ یکی دیگه از رازهای زکینگ که یک راز خیلی جالب و هیجان انگیزه و با استفاده از ماسک به صورت خیلی ساده میتونید همچون تکنیک جالبی رو توی پریمیر اجرا بکنید. اگر دوست دارید این آموزش رو یاد بگیرید، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. امیرعلی هستم و اینجا کانال ماجیک آرتس، جایی که قرار در هفته دو ویدیو تخصصی و آموزشی در زمینه تدوین، جلوه‌های ویژه، تکنیک‌های پرده سبز، ساخت و رشد کانال یوتیوب و عموماً هر کاری که به ساخت و تولید محتوای تصویری مرتبط میشه داشته باشید. اگر شما هم به این نوع محتوا علاقه‌مندید، لطفاً از همین پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارش رو هم روی آل قرار بدید تا محض اینکه ویدیو جدیدی رو منتشر کردم با خبر بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو هم ببینید. حالا میریم سراغ این تکنیک بسیار جالب از زکینگ. خب بچه‌ها، همونطور که تو آموزش‌های قبلی زکینگ هم بهتون گفتم، اکثر تکنیک‌های زکینگ تکنیک خطای دید هستش و حالا توی این تکنیک ما روی حرکت ماسک خیلی تاکید داریم که با ماسک میتونید شما این تکنیک رو انجام بدید. من 3 تا تصویر گرفتم. حتی بعد تو گرفتن تصویر هم دوباره مثل تکنیک‌های قبلی زکینگ خیلی دقت بکنید. تصویر اولی که من دارم و وارد پریمیر خودم میکنم اینه که من بازیمو میکنم، یه لیوان خالی اینجا دارم و توی گوشی عکس حالا نوشابه کوکاکولا هستش و من این بازی رو انجام میدم که حالا مثلا دلم نوشابه خواسته و ندارم، میخوام از توی این عکس درش بیارم. همینطور که میبینید زاویه دستم رو دقیقاً به یاد میسپرم که کجا دارم این کار رو انجام میدم و چقدر فاصله زمانی داره. مثلا الان نوشابه رو خالی کردم و خوشحالم از اینکه نوشابه دارم. تا اینجا میشه یه تصویر. تصویر دومی که من گرفتم و اینجا اضافه میکنم، تصویری هستش که من نوشابه رو برداشتم و دارم میخورم. و تصویر سوم که در واقع تصویر اصلی ما هستش، این تصویری هستش که من دقیقا تو همون زاویه دستم، دقیقا با همون مکانی که توی همون جایی که من تصویر اولم رو گرفته بودم، این تصویر رو هم اونجا دقیقا دستم رو به همون شکلی که گوشی رو گرفته بودم میگیرم و فرمش رو جوری قرار میدم که انگار از داخل گوشی نوشابه داره میریزه. همینطور که میبینید اینجا نوشابه داره میاد پایین توی لیوان و سعی میکنیم که حتی الامکان دور و بر این قسمت اتفاقی نیفته که بخواد سینک تصویر ما رو به هم بزن. خب تا اینجا ما فهمیدیم که 3 تصویر رو با چه قاعده و قانونی باید ضبط بکنیم و حالا وقتشه که بریم سراغ ادیت تصویرمون. خب تو این بخش بچه ها کافیه که ما بیایم دقیقاً این لحظه‌ای که من دارم گوشی رو کج میکنم اینجا قرار بگیرم و تصویر نوشابه که تو دستم بود، لحظه‌ای که داره میریزه، دقیقاً اینجا هم لحظه اولی هستش که نوشابه داره میریزه دیگه، همینطوری که میبینید دقیقاً قرار میگیره توی این لحظه. حالا کافیه که من فقط این قسمت رو بیام از قسمت افکت کنترل و با استفاده از ماسک دستی یه ماسک قرار بدم. همونطور که میبینید دور تا دور لیوانو من میگیرم. حتما یادتونم باشه که این تصویر رو روی پای ثابت بگیرید. یه کوچولو هم فیلر میدم که محوی ایجاد بشه دورش. همینطوری که میبینید من اگه الان فول صفحه بکنم تصویر رو، انگار که نوشابه داره از توی گوشی داخل لیوان میریزه. حالا اینکه سینکش دقیقاً چطوری در بیاد، این دیگه سلیقه خودتونه که خیلی تمیز بتونید این رو سینک بکنید و در بیاد. همینطوری که میبینید من اومدم، نوشابه هم هست و حالا در انتهای کار مثل تصویر اول کار که دیدید، حالا یه تصویر از این که من دارم نوشابه رو میخورم به این اضافه میکنیم که قشنگ دیگه حالت واقعی بودن این که من نوشابه رو از توی گوشی ریختم توی لیوان به دست بیاریم. پس شد این شکلی. به همین سادگی ما با یه ماسک کوچیک میتونیم این تکنیک رو پیاده بکنیم. حالا من در نهایت اون تصویری که شما دیدید اول کار مثل بقیه تکنیک‌های زکین که الان لینکش بالای این صفحه براتون میاد، این قسمت میشین اون تکنیک‌ها رو هم حتما توی کارت من گذاشتم ببینید اگر ندیدید تا الان. میخوایم یه تکنیک حرکت دوربین هم اضافه بکنیم به صحنه‌مون که خیلی طبیعی‌تر و جالب‌تر بشه. من کل اینا رو درگ می‌کنم و یه نست درست می‌کنم باهاشون و این رو اسمش رو میذارم کامرا. خب حالا کافیه که هر شکلی که خودتون دلتون میخواد حرکت دوربین بدید با استفاده از
گزینه اسکیل و گزینه پوزیشن در قسمت افکت کنترل این نستی که درست کردیم، میتونیم حرکت دوربین رو به سلیقه خودمون بدیم. مثلا من میگم تو لحظه اول میخوام زوم باشه تا اینجا، یکم هم تصویرم این برتر باشه، کی فریماشو روشن میکنم، میگم تا اینجا که رسید تصویر من میخوام برگرده به حالت عادی خودش به فرض. اینجوری قرار میدم. حالا اگه یه کوچولو هم این بین بخواید تکون ریز دیگه هم دوربین داشته باشه مثل تصویری که تو اول کار دیدید، میتونید به صورت رندوم یه سری حرکت اینجا بهش اعمال بکنید و کلن حرکت های بعدی دوربین دیگه به سلیقه خودتونه. حالا هر قسمتیشو که دلتون میخواد زوم بشه میتونید با استفاده از اسکیل عددشو بالا ببرید و با استفاده از پوزیشن هم جابجا بکنید تصویرتون رو. همونطور که میبینید زوم، زوم بک و یه سری اتفاقات روی این ویدیومون میفته و در نهایت حالا من میگم در آخرین لحظه میخوام دیگه اینجا برگرده به حالت تصویر اصلیم که من دارم نوشابه رو برمیدارم و میخورم. امیدوارم که از این تکنیک بسیار جذاب هم لذت برده باشید و توی ویدیو خودتون استفاده کنید و حالش رو ببرید. خب بچه ها، امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و بتونید این تکنیک بسیار زیبا تو ویدیوهای خودتون یا تیزرهای خودتون یا حتی کلیپایی که در رابطه با یوتیوب میسازید استفاده بکنید و ازش لذت ببرید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک فراموش نشه، نظرات و انتقادات خودتون رو حتما این زیر برام کامنت بکنید و در انتهای ویدیو هم دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی می‌کنم که در ارتباط با همین ویدیو هستش. اگر دوست داشته باشید و ندیدید حتما روی اونها هم کلیک بکنید و اون ویدیوها رو هم ببینید و ازشون استفاده بکنید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.